بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر. در ویدیو قبلی ما در مورد عمومیات پروسه ترانسلیشن صحبت کردیم و همچنان در باره استیج اینیسیشن یا مرحله آغاز پروسه ترانسلیشن صحبت کردیم. در این ویدیو ما در باره پروسه الانگیشن یا طویل سازی پروسه ترانسلیشن و همچنان در باره ترمینیشن استیج یا مرحله خاتمه پروسه ترانسلیشن صحبت میکنیم. قبلا هم گفتیم که پروسه ترانسلیشن یا ترجمه مسنجر آرنه به زنجیر پروتین در سه مرحله تقسیم شده. مرحله آغاز است، مرحله تحویل سازی و مرحله ختم. خب، زمانی که مغلق 80 شروع تشکیل شد، یعنی دو واحد کوچک و بزرگ رایبوزوم، یعنی واحد 40 و 60 رایبوزوم با هم اتصال پیدا کرد، مسنجر آر ان ای با آنها اتصال پیدا کرد و اولین تی آر ان ای که آوی امین اسید میتونین می باشد در موقعیت پی با کودان آغاز یا استارت کودان اتصال پیدا کرد، این همی کامپلکسی که تشکیل میشه، کامپلکس 80 رایبوزوم است که این همی کامپلکس شروع در مرحله آخرین مرحله آغاز است. بعد از این زمانی که امین اسید های بعدی نصب میشه، مرحله الانگیشن یا طویل سازی است. تی آر ان ای های بعدی که میان نصب میشن، اینها با الانگیشن فاکتور 1 الفا که بعضا الانگیشن فاکتور تی یو نیز یاد میشه اتصال می باشند. خودشان به تنهایی نمیتونند که بین با موقعیت ای در مسنجر آر ان ای وصل شوند، بلکه ای با این الانگیشن فاکتور 1 الفا که یک جی پروتین است، یعنی با جی تی پی اتصال داره، توسط اینا من به موقعیت ای وصل میشن. نظر به ای که کدام کدام مسنجر آر ان ای در موقعیت ای قرار داره، نوعیت تی آر ان ای و امین اسید بعدی چه میشه مشخص میشه. زمانی که تی آر ان ای مشخص که با مانتی کدان مشخص خود که متمم کدان مسنجر آر ان ای در موقعیت ای است آمد نصب شد، باعث میشه که الانگیشن فاکتور 1 الفا هایدرولیز شده و بعد از اینکه جی تی پی یک فاصله دش هایدرولیز میشه جدا میشه به جی دی پی تبدیل میشه، از کامپلکس جدا میشه و باعث میشه که تی آر ان ای جدید در موقع خود نظر به اونمو بازوهایی که داره وصل شود. وقتی که وصل شد، پروسه الانگیشن، یعنی چه میشه دو امین اسید که فعلا با کمپلکس رایبوزوم اتصال است، اینا با هم اتصال پیدا میکنن، یعنی امین اسید اولی که امین اسید میتیونین بود با امین اسید که جدیدن که آمده توسط تی آر ان ای در موقع ای قرار داره اتصال پیدا میکنه. و چی میشه امین اسید تی آر ان ای با امین اسید میتونین که با امین اسید دومی اتصال پیدا کرد، اینا هر دوشان انتقال میکنن در تی آر ان ای جدید، یعنی تی آر ان ای که در موقع ای قرار داره این یک دای پپتاید داشته می باشه و تی آر ان ای اولی که در موقع پی قرار داره که قبلا هاوی میتونین بود حالا آزاد میشه و این عملیه پپتیدال ترانسفریز که صورت میگیره، یعنی رابطه پپتایدی تشکیل میشه، معمولا توسط رایبوزوم الارنی هایی که خاصیت انزایماتیک دارن و در رایبوزوم واحد بزرگ رایبوزوم قرار دارن توسط اونا انجام میشه. زمانی که تیارنه موقعیت هاوی دای پپتاید شد، حالا باید موقعیت ای دوباره به خاطر امین اسید جدید و تیارنه جدید باید آزاد شود. به این خاطر خیلی چی میشه؟ مسنجر آرنه یک خانه شفت میشه. به این معنی است که تیارنه یک کودان به طرف سیزبر مسنجر آرنه انتقال میکنه. انتقال از این توسط یک الانگیشن فاکتور 2 که ایام یک از جمله جی پروتین هاست انجام میشه. ای لانگیشن فاکتور 2 جی تی پی میاید، باعث میشه که با رایبوزوم یک کودان به طرف سیزبر شفت کنه. زمانی که شفت کرد، تی آر ان ای که در موقعیت پی بود که حالا دارای امین اسید نمی باشه، امین اسیدش انتقال کرده به تی آر ان ای موقعیت آزاد است، انچارت تی آر ان ای است، این با موقعیت ای انتقال میکنه
دیاره نیکه در موقع ای قرار داشت که فعلا دارای دای پپراید است، به موقع پی قرار میگیره، انتقال میکنه و موقع دوباره آزاد میشه. حالا موقع ای دوباره پروسه لانگیشن که می تشریح کردیم یه اتفاق میفته، یعنی دیاره نی جدید که نظر به کدان که در موقع ای در مسنجر آره نی است چی میشه؟ نصب میشه، دوباره همی دای پپراید که حالا با دیاره نی در موقع پی وصل است انتقال میکنه با امین اسید جدیدی که با تیارنه موقعیت اتصال داره، اینا نصب میشن. بنان تیارنه که در موقعیت قرار میگیره دقیقاً یک ترای پپتاید پیدا میکنه و دوباره باز الانگیشن فاکتور 2 جی تی پی عمل میکنه، باز دوباره رایبوزوم یک کدان به طرف 13 بر مسنجر آر ان ای انتقال میکنه. یعنی وقتی که انتقال داد این دیارینه که در موقع دیگه قرار داره که فعلا دارای کدام امین اسید نمی باشه، از این قسمت برطرف شده، خارج میشه از کامپلکس. دیارینه که فعلا در موقع پی قرار داشت و اینام دارای امین اسید نمی باشه، امین اسید خود به موقع انتقال داده، این به موقع انتقال میکنه. دوباره دیارینه که دارای ترای پپتاید است به موقع ای قرار داره، به موقع پی قرار میگیره و دوباره موقعیت آزاد میشه برای تیارینه چارمی یا امین اسید چارمی که باید این موقعیت نصب شود. اتصال دو امین اسید به وسیله رابطه پپتایدی صورت میگیره. رابطه پپتایدی بین گروپ کاربوکسیل امین اسید قبلی با گروپ امین اسید جدید اتفاق میفته. گروپ امین اسید ها با تیارینه از طریق گروپ کاربوکسیل الفا خود وصل می باشن. زمانی که این رابطه پپتیدی تشکیل میشه، گروپ کاربوکسیل از تیارینه جدا شده و با گروپ امین الفا امین اسید جدید اتصال پیدا میکنه. البته به شکل این ویترو باید یک مولکول آب از اینا خارج شود، ولی به شکل این ویبو چون به شکل از طریق انزایم ها این صورت میگیره، پس بنان یک مولکول آب خارج نشده بلکه آیتوژن از گروپ امین به او اچ تیارنه انتقال میکنه و از این طریق باعث میشه که گروپ کاربوکسیل از این رابطه جدا شده و با نایتروژن گروپ امین اتصال پیدا کنه و یک رابطه پپتایدی را تشکیل بده. دینمی رابطه پپتایدی دقیقت اونمو زنجیر ابتدایی پول پپتایدی را چی میکنه؟ تشکیل میدن. البته این یک به وسیله انزایم پپتیدال ترانسفری صورت میگیره که می خاصیت یا می فعالیت پپتیدال ترانسفریز توسط رایبوزوم آر ان ای رایبوزوم واحد بزرگ رایبوزوم صورت میگیره. و پروسه ترمینیشن یا امو خاتمه پروسه ترانسلیشن زمان صورت میگیره که استاپ کدان ها یکی از جمله سه استاپ کدان در موقعیت A قرار بگیره. چون هیچ تیارنه نداریم که انتی کدان از او با استاپ کدان بخونه، بنان زمانی که استاپ کدان در موقعیت A قرار میگیره باعث میشه که دو فاکتور دیگه که به نام ریلیزینگ فاکتور یاد میشه که ریلیزینگ فاکتور 1 و 3 در حجرات پروکاریوتیک هست و همین رقم در حجرات یوکاریوتیک ریلیزینگ فاکتور 1 و 3 هست، اینا چه میکنن؟ باعث میشه که با کودان استاپ کودان در موقعیت وصل شوند. چون ریلیزینگ فاکتور 1 از نگاه شکل فضایی بسیار مشابه به تیاره نیست و ای با انتی کودان با کودان استاپ کودان وصل میشه و همین رقم در اتصال از ای و در خاتمه دادن پروسه ترانسلیشن ریلیزینگ فاکتور 3 که یک جی پروتین است که با جی تی پی اتصال داره اینا هم کمک میکنه. این دو تا یک جای شده و باعث میشه که پروسه ترانسلیشن خاتمه پیدا کنه. زنجیر پول پپتیدی هایدرولیز شده، جدا میشه. وقتی که جدا شد چیزی که میمونه چی هست؟ که یک تی ار ان ای در موقعیت پی خالی میمونه، یعنی ان چارج تی ار ان ای میمونه. خود ریلیزینگ فاکتور ها با استاپ کدان در موقعیت A میمانه که اینمی رایبوزوم کلان و رایبوزوم خرد با هم اتصال پیدا کرده، مسنجر آر ان ای در اینا اتصال داره که اینمی به نام مغلق بعد از ترجمه یاد میکنن. حالا مغلق بعد از ترجمه که ایجاد شد، البته جی تی پی هایدرولیز میشه، با هایدرولیز جی تی پی یک فاسیلیت که جدا میشه باعث میشه که زنجیر پولیپپتیدی هم جدا شود.
زمانی که مغلق بعد از ترجمه ایجاد شد، حال پروسه ترانسلیشن خاتمه پیدا کرده. زمانی که پروسه ترانسلیشن خاتمه پیدا میکنه، دو واحد رایبوزوم از هم چی میشن؟ جدا میشن که دوباره پس و نمو فاکتورهای هنسیشن فاکتور 1 1A و 3 عملیه را انجام میده. اینا میان با واحد کوچک رایبوزوم، یعنی با 40 رایبوزوم یک جای میشه. وقتی که یک جای شد، باعث میشه که ریلیزینگ فاکتورها جدا شود و همین رقم پروتین های ABC که کمک میکنن در پروسه، اینا هم چی میشه؟ از پروسه جدا میشه. رایبوزوم های واحد های کوچک و بزرگ رایبوزوم از هم چی میشه؟ جدا میشه و اینا آماده ازی میشن که دوباره پروسه ترانسلیشن دوباره از سر آغاز کنن. به خاطر از اینکه سرعت پروسه ترانسلیشن زیاد باشه و همزمان چندین مولکول پروتین تولید شود، گرچه سرعت پروسه ترانسلیشن در هر ثانیه 3 تا 5 امین اسید است، یعنی در هر ثانیه 3 تا 5 امین اسید وصل میشه، که در حدود که یک پروتینی که 100 تا 200 امین اسید داشته باشه در کمتر از یک دقیقه ساخته میشه. ولی بعضی پروتین های مثل تیتین که در عضلات پیدا میشه دارای 30,000 امین اسید است، بنان این 2 تا 3 ساعت وقت میگیره که هر مولکول از این پروتین تشکیل شه. بنان به خاطر که بدن چندین مولکول از این همزمان ضرورت داشته میباشه، اگر منتظر باشه که هر کدام از این تکمیل شه و دوباره پروسه آغاز شه، بسیار وقت میگیره. بنان از این خاطر چندین رایبوزوم همزمان پروسه ترانسلیشن چه میکنن؟ به پیش میبرن. هر بار که اینا خلاص میشن از پروسه ترانسلیشن تکمیل میکنن، دو واحد رایبوزوم از هم جدا میشن، دوباره پس پروسه ترانسلیشن آغاز میکنن. دلیل ازی هم که به سرعت پروسه ترانسلیشن آغاز کرده میتونن به این خاطر است که چون در بخش اینستیشن استیج ما گفتیم که طرف 3 زبر و 5 زبر مسنجر آرنه با هم توسط اینیسیشن فاکتور های 4 با هم اتصال پیدا میکنه. وقتی که اتصال پیدا کرده میباشن، بنان قسمت که پروسه ترانسلیشن ختم میشه و جایی که دوباره پس پروسه ترانسلیشن آغاز میشه با هم نزدیک میباشن. ببین چند دلیل است که پروسه ترانسلیشن به سرعت بار بار میتونه که تکرار شه و همزمان چندین مولکول پروتئینی تولید شوند.